سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. همینطور که در طی 2 ماه و نیم اخیر 3 ماه اخیر من به شما وعده داده بودم، گفتم در مورد یه سیستمی میخوام باهاتون صحبت بکنم که این سیستم میتونه برای دوستانی که علاقمند هستن به بحث افیلیت کمک شایانی رو بکنه برای اینکه بتونن به راحتی فروش خوبی رو در سطح دنیا انجام بدن، یعنی درآمد دلاری کسب بکنن. من در آموزش امروز میخوام یک قسمت فقط از این سیستم رو به شما معرفی بکنم و خب یه تفاوتی هم بهتون معرفی میکنم، میگم ببینید این سیستم اینه و تفاوتش مثلا با یه سیستم که به صورت رایگان داره ارائه میشه چه تفاوتی داره و چه قابلیت هایی توی این سیستم وجود داره. در هر صورت قبل از اینکه من آموزش شروع بکنم ازتون خواهش میکنم که کانال محمود بیز رو حتما در یوتیوب سابسکرایب کنید و ویدیو رو بعد از اینکه دید لایک کنید، برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید تا افراد زیادی بتونن این ویدیو رو ببینن. من دقیقا از 3 ماه گذشته در مورد سیستم افیلیت با شما صحبت کردم، بهتون گفتم که من خودم دارم با یه سیستمی کار میکنم که خروجی ازش دارم میگیرم، یعنی دارم پول به دست میارم ازش. امروز در آموزش امروز قبل از اینکه شروع بکنم این بحث رو میخوام یه مروری بندازیم به سایت هایی که میتونن افیلیت رو به ما ارائه بدن یا ابزارش رو در اختیارمون قرار بدن که ما بتونیم کالاهای این وبسایت ها رو با قیمت های مختلف به فروش بذاریم. به عنوان مثال سایت علی اکسپرس که من بارها در آموزش هام بهش اشاره کردم، یکی از وبسایت های مطرح در دنیاست که شما میتونی همه نوع محصول در همه نوع دسته بندی، در هر دسته بندی که مد نظرت باشه درش پیدا بکنیم و بعد بیای این کالاها رو به صورت لینکی منتشر بکنی، به افراد زیادی این کالا رو بفروشی و از محل فروشون کمیسیون خوبی رو دریافت کنی. یا به عنوان مثال سایت بعدی گیربست بود که اینم بهتون آموزش شد دادم در 2 تا ویدیوی مختلف که این هم دقیقا شبیه علی اکسپرس یا سایر سایت هایی که بحث افیلیت مارکتینگ رو دارن پیگیری میکنن، لینک ها و محصولات رو به شما معرفی میکردن که شما میتونستید این محصولات رو بذارید برای فروش و از محل فروش اینها کمیسیون خودتون رو دریافت بکنید. خب ممکنه یه عده دوستان بگن خب یعنی چی افیلیت مارکتینگ؟ ببینید من در خیلی ویدیوهای قبل، یعنی فکر کنم هولوش 30 یا 40 تا ویدیو قبل از اینکه این ویدیو رو بخوام ضبط بکنم، آموزش دادم در خصوص سیستم افیلیت مارکتینگ اصلا چی هست، ما چطوری میتونیم بفروشیم، چقدر میشه ازش درآمد کسب کرد، به چه شکلی میشه پولش رو برداشت. حتی در مورد برداشت پول هم من به شما آموزش رو دادم که شما میتونستید از طریق اون افتتاح حساب بانکی انجام بدید و کسب درآمد خودتون رو از طریق اونها اخذ بکنید. ببینید 6 ماه پیش بود البته من آموزش علی اکسپرس رو به شما دادم، علی اکسپرس کسب درآمد میلیونی از علی اکسپرس که من دقیقاً همین الان لینکش رو میذارم این بالا سمت راست که شما میتونید این ویدیو رو ببینید. پس حتما اگر نمیدونید علی اکسپرس چیه یا دوستید گیربست رو بشناسید، ببینید اینجا هست، اینم گیربست، اینم علی اکسپرس. و یه آموزش هم با زوره دادم تو 6 ماه پیش بهتون، گفتم آقا چطوری بفروشیم، چطوری سود کنیم واقعا توی سیستم های افیلیت مارکتینگ. خب من آموزش های متعددی رو به شما در مورد افیلیت مارکتینگ دادم که شما توی این آموزش ها میتونید ببینید. حتی من خیلی خوشحالم اینو بگم که دوستانی هستن که این ویدیوها رو برمیدارن منتشر میکنن در وبسایت هایی که فیلم ها منتشر میشه یا در کانال های تلگرام. من از همتون ممنونم که باعث میشید این ویدیوها بیشتر دیده بشه و در اختیار خیلی از افراد قرار بگیره که علاقمند هستن به فراگیری این مباحث درآمدزایی. امیدوارم که آموزش امروز بتونه بخش مهمی از این سوالاتی رو که من مطرح کرده بودم باهاتون و شما ممکن بوده براتون ایجاد بشه رو از طریق این ویدیو بهتون بدم. یکی دیگه از آموزش‌هایی که من به شما دادم سایت banggood.com بود. این هم دقیقاً یکی از وبسایت‌های چینی بود. خب این 3 تا سایتی که من امشب الان میگم، امشب این 3 تا وبسایتی که الان دارم به شما آموزشش رو میدم اینا معرفیشو میکنم، وبسایت رو من قبلا آموزشاشو دادم که شما اگر تو لیست ویدیوهای من وارد بشید میتونید اونجا این وبسایت ها رو مشاهده بکنید. این وبسایت هم دقیقا شبیه گیربست یا علی اکسپرس یا خب خیلی از وبسایت های دیگری که میتونن کسب درآمد خیلی خوبی رو به ما معرفی بکنن، به ما محصولاتی رو میداد با قیمت های متنوع و با عرضه های متنوع. خب من کاری به عرضه های مختلف ندارم چون من بحثم فقط روی دلار داره الان میچرخه و در مورد این مبحث میخواییم با هم صحبت بکنیم. شما هر جنسی که بخواد اینجا هست،
مثلا بین پروژکتور جیبین یا مثلا کالاهای مختلف. البته من اینو زدم به خاطر اینکه سرچ قبلی من راجب این بود و الان داره لیستش رو من نشون میده. یوش ممکنه شما هر کالایی رو بدید اینجا سرچ بکنید، هر کالایی رو ممکنه شما بخواید و بفروشید. خب این امکان پذیره، هر جنسی که باشه بفروشید، پورسانتش رو شما میگیرید. کالایی هم نیست که شما بفروشید پورسانتش رو بهت ندن، بنگود میاد به شما امتیاز میده و بعد شما میتونید این امتیاز رو تبدیل به اون پوانی که بهتون میده رو میتونید تبدیل به دلار بکنی یا دلارشو بگیری یا دوباره همون دلار رو خرج کنی از اینجا محصول رو بخری و در اختیار خودت محصول قرار بگیره. خب این یه معادله، یه معامله برد برد هم برای شماست هم برای بنگود، چون بنگود باعث میشه، حالا بنگود تنها نه، گیربس یا علی اکسپرس، خب همه سایت هایی که افیلیت کار میکنن، اینها باعث میشن که کالا به فروش برسه. از یه سمت فروشنده سود میکنه، از یه سمت خود علی اکسپرس سود میکنه و از طرفی شما به عنوان واسط اینجا کالا رو معرفی کردید به افراد زیادی که ممکنه اصلا این کالا رو توی این وبسایت ها پیدا نکرده باشن یا اصلا ندیده باشن. خب این وبسایت ها هزینه بابت تبلیغات دیگه پرداخت نمیکنن، همون هزینه رو میان به عنوان سیستم های اشتراک گذاری افیلیت مارکتینگ بین یوزرهای خودشون تقسیم میکنن به عنوان سود یا پورسانتشون. مثلا علی اکسپرس میگه شما هر چی فروختی من 2% از مبلغ کلش رو بهت میدم. شما یه جنسی میفروشید 10 دلار، 2% برای شماست، 2 دلار رو میده به شما. یا ممکنه بگه آقا من 50 سنت بهت میدم، به ازای هر فروش مثلا 0.5% رو بهت میدم. خب این اتفاق میفته و شما میتونید صورت حساب مالی خودتون اونجا چک کنید. اما اینکه ما بیایم این محصولات رو بخوایم برداریم و توی وبسایت خودمون بذاریم، به چه شکلی واقعا میتونیم این محصولات رو در کمتر از یک روز بیایم مثلا 500,000 تا محصول رو از توی علی اکسپرس و بقیه سایت ها جمع کنیم و بعد بیایم اونها رو توی وبسایت خودمون منتشر بکنیم؟ بحث من دقیقا همینه، همینی که بهتون گفتم. یعنی ما الان دیگه از بحث این که قرار باشه بیایم قدم به قدم پیش بریم و تازه اصلا بفهمیم که افیلیت مارکتینگ چیه باید جلوتر بریم. قدم ما الان اینه که این محصولات رو چطور باید منتشر بکنیم، به چه شکلی میتونیم تمام این محصولاتی که توی علی اکسپرس هست رو برداریم یا محصولاتی که توی بنگود هست رو برداریم و بیاریم مثلا توی وبسایت خودمون یا هر جای دیگه که مد نظر اینو بیاریم منتشرش بکنیم. این راهکارش چیه؟ به چه شکلی به نظرتون میشه این کارو انجام داد؟ با خودتون میتونید فکر کنید. ممکنه بگی آقا من یه وبلاگ زدم، از طریق این وبلاگ میخوام محصولاتی رو که دارم از علی اکسپرس میگیرم اونجا لینکشو میذارم و منتشر میکنم. شما اگر قرار باشه یه وبلاگ راه اندازی بکنید، یه نمونه بارزش رو میخوام بهتون بگم. میریم سراغ سیستم وردپرس. همه دوستان میدونن وردپرس یه سیستمی هم داره اسم ووکامرس. کار این سیستم چیه؟ اول اینکه وبلاگه، دوم اینکه ابزاری رو در اختیارتون قرار میده برای راه اندازی یه فروشگاه رایگان. اما همین سیستم رایگانی که هست، بعضی از خدمات شما باید خریداری بکنی. یعنی مثلا سالانه 300 دلار، سالانه 200 دلار یا سالانه 100 دلار باید هزینه پرداخت بکنی بابتش. پس هیچ چیز مفتی بی حکمت نیست. الانم به شما چیز مفتی رو ارائه نمیده، ولی یه سرویسی به شما میده که شما بتونید به صورت محدودی یه خدمات رو ارائه بدید به مشتریات. اما اگه قرار باشه این خدمات بیشتر از حد معمول باشه، بابتون استفاده از اون خدمات باید پولی پرداخت بکنی. یعنی میاد یه محیط رو در اختیار شما قرار میده، میگه این محیط وبسایت شماست، این فروشگاه شماست. به عنوان مثال توی این فروشگاهتون شما میتونی اجناس خودتو با دسته‌بندی های مختلف منتشر بکنی، کاتگوری بسازی یا مثلا محصولات مختلفتو منتشر بکن یا اسپوتلایت بذاری. مثل اینجا ببین، اینجا مثلا 3 تا اسپوتلایت داره، شما میتونی این کارو انجام بدی. یعنی این یه ابزاری که در اختیارتون قرار میده. نگهداری همین سیستم به صورت سالانه برای سیستم هایی مثل وردپرس یا سایر سرویس ها هزینه برداره، یعنی مفت در اختیار کسی قرار نگرفته. چه هزینه ای داره؟ هزینه نگهداری و راه اندازی یک فروشگاه به این شکل برای شما معادل به این که مثلا شما سالی 300 دلار بابتش هزینه بکنید. آیا براتون مقرون به صرفه است واقعا؟ میتونید به خودتون فکر کنید. شما چقدر میخواید سود داشته باشید تا بتونید این 300 دلار رو پرداخت بکنید؟
اما این 300 دلار چه زمانی قرار پرداخت بشه؟ دقیقاً زمانی که شما میخواید این سیستم رو ازشون بگیرید باید هزینه استفاده از اون رو پرداخت بکنید. ووکامرس یه ابزار حتی رایگان هم در اختیارتون قرار میده، اما با محدودیت. یعنی شما محدودیتی که توی این سیستم هست رو میبینید، مطمئنا لمس میکنید. یا سیستم های دیگری هست که برای علی اکسپرس فقط کار میکنه، یعنی فقط لینک های علی اکسپرس رو یکی یکی باید ببرید داخلش کپی پیست بکنید. من نمیخوام زیاد از واژه های پیچیده براتون استفاده بکنم، میخوام خیلی راحت بهتون توضیح بدم تا کاملا متوجه بشید که اصلا دنبال چی داریم میگردیم الان. شما پس میاد یه وبسایت راه اندازی میکنید، این وبسایت شما با هر سرویسی ممکنه ایجاد بشه، اما برای اینکه بتونید محصولاتی مثل علی اکسپرس یا گربس یا بنگود یا هر وبسایت افیلیت دیگر تو سایتتون قرار بدید، مدت زمان زیادی رو باید سپری بکنید. یعنی مثلا شما برای اینکه بتونید یه محصول توی سیستم وردپرس اضافه بکنید داخل سایتتون، حداقل باید 2 دقیقه یا 3 دقیقه باید وقت بذارید بابتش، تازه به شرط اینکه شما همه محتواتون آماده باشه. اما اگر آماده نبود باید چه کار بکنیم؟ هیچی، خیلی راحت، باید یه مدت زمان زیادی رو وقت بذاریم و بیایم محصولات رو اضافه کنیم. اما محصولات در وردپرس به چه شکلی اضافه میشه؟ ببینید سیستم وردپرسه، یعنی یه محیط کنترلی خب خیلی پیشرفته است، اما امکاناتی که در اختیار ما قرار میده امکانات زیادیه. مثلا من میخوام یه محصول به این اضافه بکنم، بذارید با هم اینو پیش بریم. این قسمت پروداکت، اد پروداکت، فقط شما نگاه کنید، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته الان، فقط من میخوام به شما معرفی این کار رو انجام بدم تا شما ببینید که واقعا چه کاری قراره انجام بشه. توی وردپرس در ابتدا شما ببینید چه قدم هایی رو باید طی کنید، زمان بگیرید، دقیقاً از همین الان، از همین الان زمان رو بذارید، ببینید چند دقیقه طول میکشه تا من این محتوا رو تکمیل بکنم. من کنترل پنل علی اکسپرس خودم رو هم باز میکنم، میخوام دقیقاً این جنس رو چیکار کنیم؟ ادش کنیم توی وردپرسمون تو سایت. خب من میذارم گت کد. بگیرید دیگه، زمان شما بگید از همین الان. عنوانش رو اینجا کپیش میکنم میارم اینجا. اینجا پروداکت نیم رو می‌نویسم. خب بعد یه توضیح باید در مورد کالا بدم. اینجا میگم آقا مثلا توضیح، این برای یک کالاست. ببینید الان 28 ثانیه از این زمان گذشت. خب ارزش که دلاره، اوکی، این عنوان این هست دیگه. چیو؟ خب ما کارمون افیلیت دیگه، اینجا اینو میزنیم، نوشته اکسترنال افیلیت پروداکت. آدرس لینک علی اکسپرس ما برای این محصول، من میگم گت پروموت کد رو بذارید من باز کنم. این رو من باید از اینجا کپی بگیرم تا این آه نمیشه، این باید همش رو من اول کپی کنم بذارم این بالا، بعد آدرس خودم رو از توش بردارم. شما هر چقدر سرعتتون زیاد باشه این روال رو باید طی کنید، فرقی نداره براتون. این که من دارم بهتون میگم رو فقط زمانش رو داشته باشید، به هیچ عنوان نمیخوام زمان رو هم قد از بین. خب میگه یه دکمه بذار برای اینکه هر کسی میخواد بخرش. اوکی من میگم بذار بای by product، یعنی خریدن این محصول. خب قیمت قبل و قیمت فروش، مثلا قیمت قبلش اینجا اینو قیمتی داره یا نه؟ قیمتش بوده 15.66. خب اینم 15.66 دلار. قیمتی که الان میفروشه چنده؟ 10.96. خب 10.96 دلار، 96 سنت. ما الان فقط 2 دقیقه شد طول کشید کارمون اینجا. خب در مورد کالا چه توضیحی میتونم بدم؟ دوباره میتونم همون کالا رو باز کنم، دوباره همین کال توضیحات رو کپی کنم ببرم توی محصولم بذارم اینجا. خب الان تموم شد، تقریبا تموم شد دیگه. چی داریم ما؟ خب من 2 دقیقه، آه اینم گروه هم بذار انتخاب، مثلا میگیم آقا اینو بایز دوچرخه است بمون بایم مثلا، یا هر چیزی ممکن، اصلا لپتاپ این بذار کی به کیه، میگیم لپتاپ این محصول تست دیگه، ما که قرار نیست اینو آپلودش بکنیم. اوکی من الان این محصول رو گذاشتم، بذارید ببینم اینجا چی دیده میشه الان توی نسخه دموی من. فقط 2 دقیقه و 40 ثانیه الان طول کشیده که ما این محصول رو اینجا اضافه کنیم.
مشکلات و معایب خودش هم داره. ببینید مثلا الان این محصول اومده ولی دکمه بقیه توضیحاتش نیومده، خب باید بریم اینجا و سایر موارد رو هم برای خودمون اضافه بکنیم. شما هر چیزی ممکنه بخوای اضافه بکنی یا بخوای مثلا ایمپورت بکنی یا هر کاری دیگه که بخوای انجام بدی. توی جنرالش هم لینکو گذاشتم. ببینید دقیقا من الان 3 دقیقه و 15 ثانیه الاف گذاشتن یه محصول توی محیط وبسایتی هم که قرار این محصول من تازه فروخته بشه. اگر من قرار باشه 100 هزار تا محصول داشته باشم، همین الان زمانش رو صفر میکنم، 3 دقیقه و 30 ثانیه، 100 هزار تا من الان جنس میخوام فقط از علی اکسپرس بردارم، 1 2 3 ضرب در 3 دقیقه و 30 ثانیه بکنیم، مدت زمانی که قرار من صرف کنم بابت این بذار ببینم چطور میشه، 5500 ساعت میشه. خب 5500 ساعت، 5500 رو اگر ما تقسیم بر 365 بکنیم، روزی 15 ساعت اگر من وقت بذارم، تقریبا میتونم یک ساله 100 هزار تا محصول رو بذارم تو علی اکسپرس. تازه الان که من اون 100 هزار تا رو بذارم، یک سال زحمتش رو بکشم آپلود بکنم، دو روز بعد نه یه ماه بعد محصولات علی اکسپرس عوض میشه. یعنی همین کالاهایی که شما اینجا دارید میبینید اینا عوض میشن. دوباره من باید یه سال وقت بذارم دوباره این کالاها رو اضافه کنم، خب این خیلی زمان بره. درست میگم یا اشتباه؟ اگر اشتباه بگید اشتباه، خودتون محاسبه کنید دیگه. 3 دقیقه و 30 ثانیه زمان بود که ما فقط یه محصولی تونستیم اضافه کنیم. تازه این محصول اضافه بشه، بعد تازه یه مورد دیگه شما ببینید علی اکسپرس رو، بذار من یه جنسی رو براتون باز کنم ببینید. یه جنس ساده رو من میخوام براتون باز کنم. این جنس رو ببینید من بازش میکنم. این کالایی که ما الان داریم بازش میکنیم، البته این بخش اصلی رو باز کرد، این کالایی که من الان براتون پیدا میکنم خودش 4-5 تا عکس داره. شما این 4-5 تا عکس رو بخوای آپلود کنی تو محیط وبلاگ یا سایتت، دوباره دانلود کردن این عکس ها آپلود کردنشون اصلا یه برنامه جداست. یعنی شما چقدر بیشتر از 3 دقیقه و 30 ثانیه باید وقت بذاری. من مثلا همین این ضبط فکر کنم، من این ضبط رو مثلا الان میام میخوام توی سایت خودم بذارمش برای فروش و پورسانتش رو بگیرم، جدای از این که باید این عنوان رو کپی بکنم، قیمت رو بزنم و این عکس رو بذارم، عکس های دیگه هم این سایت داره، من همه اینا رو باید بذارم دیگه. معمولش اینه که 5 تا یا 6 تا عکس داره علی اکسپرس یا اصلا سایر سایت ها، همشون همینطوری هم دیگه، فرق میکنه. اگه قرار باشه ما بیایم این تعداد عکس رو بذاریم چه اتفاقی میفته؟ به جای اون 3 دقیقه و 30 ثانیه ما باید یکی به یکی این عکس رو باز کنیم ببینید اینا اصلا نمیشه ذخیرش کرد. یعنی اصلا یه معذریه برای خودش ذخیره کردن این عکس ها، شما نمیتونی این عکس رو ذخیره بکنی مگر با یه استثناءاتی، اونم این که مثلا بیای توی سایتی که هستی یه کنترل اش رو رو صفحه کلیدت بزنی، این صفحه باید باز بشه، آی بگرد دنبال عکسات، حالا این عکس ها رو بگرد پیدا کن. خب ببینید همین زمانه، این زمانیه که شما داری از دست میدی برای اضافه کردن محصولت. پس این سیستم ها سیستم هایی هستن که در این حالی که به شما اجازه اضافه کردن محصول رو میده به سیستم های خودشون، زمان شما رو هم از بین میبره. یعنی شما خیلی زمان میبره که قرار باشه این اتفاق براتون بیفته، این جنس ها رو اد بکنید برای فروختن. 5 تا عکس میذاری توی این وبسایت، فقط باید 2-3 دقیقه بگردی دنبال این که لینک این عکسات کجاست. خب زمان زیادیه، واقعا زمان زیادیه. اما اگر قرار باشه این عکس ها رو ما نذاریم چه اتفاقی میفته؟ دقیقا همونی میشه که شما اینجا دیدید، محصول بدون عکسه، فقط یه عنوانه، به هیچ عنوان عکسی نداره. پس اولا ما نباید انتظار داشته باشیم که کسی بیاد روی این محصول ما کلیک کنه و ما سود ببریم. به هیچ عنوانی اتفاق نمیفته، یعنی ما نمیتونیم سود ببریم. کما اینکه شما هر محصول دیگری هم که انتخاب کنی فقط عنوانش رو بنویسی، مطمئنا خواننده جذبش نخواهد شد، بازدید کننده ای که میاد داخل وبلاگ شما جذب این نخواهد شد. پس یادتون باشه در صورتی شما میتونید یه کالایی رو بفروشی که در مورد اون کالا درست توضیح تو بدی، یعنی عکس کالا رو از زوایای مختلفش قرار بدی. یکی از مزیت‌هایی که این وبسایت‌ها در اختیار ما قرار میدن همینه. یعنی من میخوام این ضبط ماشین رو میخوام بخرم،
میگم بذار زوایای مختلف، مثلا روبرو این شکلی دیده میشه، اب بغلش این امکانات رو نشون میده، بعد میگه اینجوری پلیلیستش به این شکله، خودش اینجوریه، حتی این یه فیلم هم داره میتونی ببینی، چه امکاناتی در کنار این به در اختیار ما قرار میگیره، این ابزارا رو به ما میده، این سیما رو به ما میده، در نهایت میگه به این شکل هم که شما امکانات رو میتونی ببینی، میگه این به کجا وصل میشه، این یکی به کجاست، این یکی نمیدونم به باتری وصل میشه، این به IOX آیو به مثلا کابل USB وصل میشه، این به فلان جا وصل میشه، همه اینا رو به شما داره میگه. من قرار باشه اینا رو یکی ذخیره بکنم، فقط 10 دقیقه بعد بگردم دوباره عکساش. خب پس این مهمترین ایبی که توی این سیستم های مثل سیستم های وردپرس یا سایر سیستم ها، من حداقل 8 تا سیستم مختلف رو رفتم تست کردم دوستان، 8 تا سیستمی که شما اگه قرار باشه الان برید زمان بذارید حداقل باید یه 5 ماهی روش وقت بذارید، حداقلش رو دارم بهتون میگم، چون شما در اصل الان باید برید یه جنسی رو برداری آپلود کنی و اون جنس رو خروجی بگیری ببینی آیا اون جنست فروخته میشه، آیا از لینکی که در اختیار جنست قرار گرفته، جنسی که لینک شما رو داره منتشر میکنه، آیا همون لینک بازاریابی شماست که مشتری روش کلیک میکنه یا نه ممکنه هر اتفاقی این وسط بیفته. من توی این مدت که این تحقیق رو کردم و در مورد اینها رفتم بررسی کردم ببینم چه سیستمی میتونه نیاز کاری من رو برآورده بکنه، به این نتیجه رسیدم که آقا این ابزارها اصلا به درد من و شما نمیخوره، یعنی برای فروختن به درد ما نمیخوره، شاید برای اینکه شما بخواد فروش خوبی رو داشته باشید بتونید به اشکال مختلفی از این سیستم رو در کسب و کار معمولی خودتون استفاده کنید، اما در ابزاری مثل افیلیت مارکتینگ مطمئنن این روال برای شما سخت و پیچیده میشه. خب همیشه هم همین بوده، یعنی میان یه ابزاری رو معرفی میکنن، همه میرن سمت اون و همه فکر میکنن قبله آمالشون یا اون چیزی که آرزوشو دارن میتونن از طریق اون بیشترین فروش و بیشترین درآمد داشته باشن واقعا همونه. نه اصلا اینطور نیست، هیچ چیزی اصلا خلق نمیشه که آقا ما بی خیال سایر مسائل بشیم. من خودم از قدیم و ندیم به بقیه هم گفتم ببینید بچه ها، هیچ زمانی برای یک اداره خوب کارمند خوب کم نیست و هیچ زمانی برای یک کارمند خوب اداره خوب کم نیست. پس اگر من الان یه سیستم رو دارم معرفی میکنم، مطمئنن سیستم های بهتر از این هم هست، یا مطمئنن با سیستم های بهتر از اون چیزی که شما دوباره فکر میکنی وجود داره. پس همیشه این اتفاق میفته که اگر ما بین بد و بدتر بخوام انتخاب بکنیم، میگیم آقا یه سیستم رو میخوام استفاده بکنیم که بتونه نیاز ما رو برطرف بکنه. ممکنه شما مثلا بگی آقا من وبلاگ دارم مینویسم، اما این وبلاگ رو دیگه شما میذاری کنار، میری سراغ سایت نویسی، قرار شما یه سایت داشته باشی، یعنی یه دامنه داشته باشی، www.asghar.com به عنوان مثال، این میشه وبسایت شما، یه فروشگاه پر از محصولاته. خب دوباره کسب و کاری، دوباره بیزینس میگردی، کار ساده و راحت، یه بار کاراشو انجام میدی، برای همیشه ازش سود میبری. ببینید این وبسایت ها بنگود، گیربس، علی اکسپرس یا خیلی از سایت های دیگری که من به شما معرفی کردم توی محمود بیز که میتونید برید ببینیدشون، اینها امکان رو در اختیارتون قرار میدن که شما بتونید تمام محصولات رو داشته باشی و همه رو بتونی استفاده بکنی. کما اینکه شما دیدید الان توی کنترل پنل علی اکسپرس من که مثلا من این لباس زنونه رو میتونم بردارم بزنم برای فروش، اما چه زمانی رو از من میگیره برای اینکه بتونم این جنس رو منتشر بکنم، یا ممکنه بخوام یه دستبندی دیگری رو باز بکنم و مطمئنا من قرار نیست محصولات من فقط باشه همین 8 تا محصولی که اینجا به من نشون میده، نه ببخشید 10 تا جنسی که اینجا به من نشون میده، من میخوام یه فروشگاه را بندازم که توی این فروشگاه من حداقلش 200,000 تا جنس باشه، حداقلش رو دارم بهتون میگم، اما قرار نیست 2 سال وقت بذارم، میخوام یه روزه تمومش کنم. آیا یک روزه میشه؟ بله میشه، چرا نشه، خیلی ساده است. خب اما چجوری ساده است؟ ساده بودن این به چه شکلیه؟ رفتیم یه سیستم رو تست کردیم دیگه، حداقل 4 دقیقه طول میکشه تا عکسش رو آپلود بکنی، عنوانش رو بنویسی، لینکش رو بذاری، قیمت جنستو بگی، بعد یه توضیح راجع به این جنسه بگی، مشتری بیاد کلیک کنه، بعد بره توی اون سایت و این جنسو بخره. آیا واقعا راه حل دیگه ای هم هست؟ بله، این همه سیستم تو دنیا، به دیکشن انتخاب کنید باهاش کار کنید، اما یه جایی کارش میلنگه. شما فردا اگر قرار باشه 100,000 تا جنست بشه 500,000 تا، ممکنه این سیستم ها کشش و این قابلیت رو برای شما نداشته باشن. ببینید دوستان، نگید 100,000 تا جنس زیاده، 100,000 تا اصلا رقم زیادی نیست. من الان یه فروشگاهی بهتون نشون میدم که این جنسش تقریبا در مدت یه روز و نیم زمان برد که بهش اضافه شد 170
70 یا 180 هزار تا جنس توی این فروشگاه قرار گرفته، یه روز و نیمه. اما دیدید دیگه، الان ما توی وردپرس اگه قرار باشه طرف بره سراغش، باید حداقل یکی دو سالی وقت بذاره که 100 هزار تا جنس بذاره. اما ببینید علی اکسپرس چه امکانی ما میده. حالا اینکه میگم علی اکسپرس، بخاطر اینکه الان کنترل پنلش بازه برای من، ممکنه شما هر سایت دیگه رو بتونید تست بگیرید برای فروش افیلیت، برای فروختن کالاهای افیلیتی اون سیستما. حتی در ایران وبسایت هایی هستن که مثلا میگن آقا من حالا اسم نمیبرم، مثلا میگه آقا این جنس رو بفروش 5% بگیر. خب شما میتونید با یه فایل اکسلی که از اون وبسایت میگیریم بخش عمده‌ای از مشکلات تو حل بکنی، یا میتونی کالاها رو بگیری یکی یکی اد بکنی. اگر وبسایتی مثل علی اکسپرس الان برای من باز هست، میخوام فقط یه نمونه بهتون میگم. ما الان تو قسمت مردونه ایم، یعنی اون چیزهایی که مربوط به آقایون در مورد لباس و پوشاکشون. اینجا 10 تا کالاست، من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام بذارم، چون ممکنه مثلا این یکی کت باشه، این یکی لباس ورزشیه، این یکی ممکنه لباس گرمکن باشه، این شلواره، و من نمیخوام اینا قاطی بشن، هر چیزی سر جای خودش قرار باشه. پس میام اینجا از دسته‌بندی که موجود هست میتونیم خروجی بگیریم، اما استفاده از این خروجی مطمئنن نیاز به یه راهنمایی داره، یا ممکنه مثلا برای شما سخت باشه که از این خروجی که این وبسایت میده چطوری استفاده بکنیم. خب تا زمانی که این فایلش دانلود میشه، بذارید من بریم به یه سیستم دیگری که من تستش رو انجام دادم به شما نشون بدم. ببینید این وبسایت رو ببینید، indirim.top، که این یه فروشگاهه، توش پر از کالاست. رفرشش میکنم، شما هر جنسی که سرچ بکنید توی این فروشگاه وجود داره، هر کالایی که بخواد سرچ، اینم که دانلودمونه، بذارم این دانلودشو بزنم. شما هر کالایی که توی این فروشگاه بخواد میتونید سرچ بکنید تا براتون بیاد. ببینید کالاها تغییر میکنن، مثل علی اکسپرس رفرش میشه، عوض میشه. اما این جنس ها کجا اومدن؟ این جنس ها تمام کالاهای مربوط به سیستم های افیلیت مارکتینگ. حالا این که الان دارم میگم آقا این دریم دات تاپ، ممکنه اسقط دات کام باشه، فرقی نمیکنه، یه دامینه که حالا من اینو من گذاشتم به این اسم، شما ممکنه هر اسمی بذارید برای فروشگاه خودتون. این سیستم چه کاری انجام میده؟ اینجا میاد محصولاتی رو برای ما نمایش میده. دقت کنید الان اینجا سومیش کفشه، یه رفرش دیگه میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. از بانک اطلاعاتی محصولاتی که توی این وبسایت ذخیره شده برای ما جدیدترین کالاها رو میاد نمایش میده، 30 تا محصول رو به ما نشون میده. مشتری میتونه هر جنسی رو که خواست باز کنه ببینه. من به عنوان مثلا این لباس رو باز میکنم، در اشکال مختلف دیده میشه، جالبه. خب قیمت قبلیش بوده 22 دلار، قیمت الان شده 20 دلار، 8% تخفیف شده، الان داره این قیمت میفروشنش. این هم دکمه خریدشه. اوکی، اینا هم جنس های مرتبط با اونه، شاید مثلا از این جنس مشتری خوشش بیاد، روش کلیک میکنه، اینم میتونه ببینه. ببینید این کالا به چه شکلیه، شاید مشتری این رو بخواد خرید انجام بده. خب میزنه دکمه خرید، یا ممکنه جنس دیگه پیدا بکنه. خب من میگم این جنس رو من میخوام بخرم، قیمتش هم مثلا هرچی باشه، یا مثلا میگه آقا من میخوام از لباسهای زنونه مثلا یه کالایی رو پیدا بکنم. الان همین جنس رو شما میتونید توی علی اکسپرس هم ببینید، یا تو بنگود هم میتونید پیدا بکنیش، فرقی نمیکنه. ببینید این 151,000 کالاییه که من به این فروشگاه اضافه کردم، دستبندی زنونه. یا شما هر کالای دیگه‌ای که ممکن داشته باشی، دوست داشته باشی، اینجا هست. مثلا الکترونیک رو بذارید باز کنیم، کالای الکترونیک، این مدار ببینیم مثلا تو اشکال مختلف، شکل‌های مختلفش رو ببینیم. میگیم آقا ما اینو می‌خوایم بخریم، یه صفحه برامون باز میشه و اینجاست که ما رو میفرسته به صفحه لینک اصلی خودمون. یعنی الان مشتری این جنس رو میتونه به راحتی خرید بکنه. همون جنسی که ما اونجا دیدیم، ببینید این عکس اولشه، دقیقا اینم عکس اول این کالاست، و یا سایر عکسایی که مثلا این کالا داشت و دیدید شما. خب اضافه کردن این محصولات توی این فروشگاه برای من کلا یه روز و نیم وقت بود. یه روز و نیم من خیلی کمتر از این، حالا دقیقا خاطرم نیست، اما خب خیلی کمتر بود، شاید مثلا هلوش 19 ساعت یا 20 ساعت کلا زمان برد، کلا این اندازه رو زمان برد، چون برای من خیلی ساده بود، چون یه سیستمی من پیدا کردم که میتونست نیازمو برطرف کنه. البته
من مستقیم بهتون نمیگم که شما بدین این کارو انجام بدید، من میخوام بهتون معرفی بکنم، بگم آقا این ابزار میتونید استفاده بکنید، شما میتونید این سیستم رو بردارید استفاده کنید. ممکنه شما بگید آقا من میخوام یه سیستم رایگان داشته باشم، با اون رایگان حال میکنم. اوکی، با هر چیزی که شما راحت هستید بهت کارتون رو انجام بدید، اما قرار هم نیست من برای این سیستم پولی پرداخت بکنم. یعنی من این سیستم مجانی گرفتم. چطوری مجانی گرفتم؟ روش زحمت کشیدم. من فقط بالغ بر تقریبا $2000 خروجی پولم بود از این سیستم و همش هم گرفتم توی حسابم هست. حالا خروجیشو بهتون نشون میدم اینجا، یعنی بهتون نشون میدم که تسویه گرفتم من از این سایت. گفتم آقا من پولم رو میخوام. حتی اگر خاطرتون باشه من تو چند تا ویدیو بهتون گفتم، گفتم من در حال تستم که آیا به من پرداختی انجام میده اون سیستم یا نه، که بله پرداخت انجام داد و من پولم رو گرفتم. حالا اینی که بهتون گفتم به جهت اینکه شما مطمئن باشید که من خروجی گرفتم از این سیستم. حتی این سیستم سایتی که بهتون اینجا دارید میبینید، نه خود سیستم اصلی که این کار رو میتونید باشه انجام بدید، دارم بهتون میگم من تمام محصولات علی اکسپرس، بنگود، گیربس، یا سیستم های فروش لباس، یا سیستم های فروش لوازم آرایشی، سیستم های لوازم بهداشتی، هرچی افیلیت تو دنیا باشه، من رفتم ثبت نام کردم، از تمام اونها محصولاتشو برداشتم و آوردم توی این سیستم خودم، ایمپورتشون کردم به همین راحتی. یعنی من الان فروشگاهی دارم با 151,000 قلم کالا که من هر هفته فقط 1 ساعت روش وقت میذارم، محصولات جدید علی اکسپرس یا سایر سایت ها رو جمع میکنم توی این سایت ایمپورت میکنم. برای من 1 ساعت زمان میبره که بتونم 10,000 تا جنس به این فروشگاه اضافه بکنم. خب چطور میشه این کار رو انجام داد؟ ببینید این سیستم خودش روال کاری خودشو داره. من بهتون گفتم شما میدید یه خروجی از این فایل میگیرید. به عنوان مثال توی گروه زنونه، مثلا این زنونه رو من باز میکنم، پوشاک زنونه توی هات پروداکت علی اکسپرستون، یا خب هر جایی که محصولات افیلیت رو دارید میگید فرقی نمیکنه، یه کاتگوری دارید مطمئنا شما این پایین آل پروداکت، تمام محصولات رو میتونید اینجا ببینید. مثلا ببینید من درس رو میخوام سرچ بکنم توی وومن این سایت این دریم، ببینید آیا همچین گروهی داره یا نه. این قسمت وومنش من باز میکنم، ببینید اینجا نوشته درس. من اگر همین درس رو باز بکنم میبینید تمام لباس‌های مرتبط با علی اکسپرس من اینجاست. یعنی همین جنس الان توی علی اکسپرس داره فروخته میشه. منم دقیقاً همین جنس رو بعد از 2-3 روز بعدش که اضافه شد به علی اکسپرس میمدم اینجا اضافه کردم و خودم منم دارم میفروشم الان. من خودم جدای از اینکه دوتا درآمد از این سیستم دارم، یکی از درآمدام دقیقاً همینه. من به راحتی دارم میفروشم. یعنی اون کسی که میخواد بفروشه همیشه دنبال اینکه راحت جنسی رو بفروشه و سود کنه. اگه قرار باشه سود نکنی که بیکار نیستم بشنم وقت بذارم روی این و هیچم نفروشم. برای منم صرف نمیکنه که قرار باشه وقت بذارم صرف مثلا به یه مجموعه بیام یه تعهدی بدم بگم من این تعدادو میتونم بفروشم و بعد از یه مدتی نتونم بفروشم. خب وقت خودم از بین رفته، منم دنبال پولم، فرقی نمیکنه، همه دنبال پولن. جدای از این که شما به یه سیستم داری ارتباط برقرار میکنی، کار اون سیستم واسطه گری رو داره به شما ارائه میده، میگه شما بیا همکاری بکن در فروش محصولات برای من، شما خودت هم میخوای کسب درآمد داشته باشی. جدای از همه این است، تعارف که نداریم با هم. شما الان این جنس رو میبینید $10 قیمتشه، ممکنه تو شهر شما مثلا این با $8 هم خریداری بشه. یعنی ممکنه این جنس تو شهر شما باشه با $8، اما تو شهر شما اینه. این همه کشور ما تو دنیا داریم، این همه آدم داریم توی دنیا که این دنبال این کالاها دارن میگردن. چه اشکالی داره شما این کالا رو برداری و بفروشی و سود خوبی هم نصیبت بشه؟ ممکنه شما نتونید $10 مثلا حاضر نباشی بابت این کالا بدی، اما خیلی از افراد هستن دیگه نمیگردن دنبال اینکه بگه این $8 تو شهر من، همون افراد میان همین کالا رو میخرن به $10 و اینجا منم سود میکنم، علی اکسپرس هم سود میکنه، سایت فروشنده یا اون فروشنده کالا هم سود میکنه. حالا شما هر چی دوست داری اینجا بگرد، هر کالایی که فکر میکنی اینجا هست 100% تو علی اکسپرس هست، اینجا من دارمشون، هر کالایی که شما فکرشون میکنی، اینها تمام کالایی که من ازشون پورسانت گرفتم و میگیرم. فرقی هم برای من نمیکنه که این کالا چی باشه و از کجا باشه و کی اضافه کرده باشه، آیا طرف فروشندش مسلمونه، بیدین، کافره یا هر چیزی. من با یه سیستم دارم کار میکنم به اسم علی اکسپرس، من با یه سیستم کار میکنم به اسم گیربس، من با یه سیستم کار میکنم به اسم بنگود، من با یه سیستم
کار میکنم به اسم ایکس، فرقی نداره، هر سیستمی ممکنه باشه برای شما و من، هر سیستمی که افیلیت مارکتینگ در اون جای داشته باشه و محصولی برای ارائه داشته باشه، من میتونم توی این فروشگاه خودم طبق دستبندی که هست بیام اضافه بکنم. هیچ فرقی هم نمیکنه که من این کالای من چی باشه، بخوام چی رو به کجا اضافه بکنم. پس همه اینها جز مواردیه که من هم به عنوان یک فروشنده معرفی میشم، نه برای بقیه بلکه برای خودم، که میام یک کالایی رو شروع میکنم به تبلیغ و میفروشم. اما هدف من دیگه یک کالا نیست، من دامنه اصلی سایتم رو معرفی میکنم. مثلا من میگم آقا indream.top، indream.top، شما میگه آقا اسم سایت من هست asghar.com، subhan.net، یا مثلا میگی مثلا mahmoodshop.net، مثلا نمیدونم saeedshop.biz، یا مثلا mahnaz.com، هر چیزی ممکنه شما داشته باشی، این میشه سایت شما. شما دیگه وقت نمیذاری برای فروختن یک محصول، برای معرفی دامنه خودت شروع میکنی به فعالیت و دامنه خودتو جا میندازی توی دنیا که هر کسی هر جنسی خواست سایت شما رو ببینه. اگر سایت شما رو نتونستن باز بکنن اتفاقی نمیافته، شما کاری که انجام میدی به راحتی توی سرچ وقتی یه کلمه رو سرچ بکنن، در این حالی که علی اکسپرس میاد بالا، سایت شما هم با همون جنس میاد بالا و مشتری میاد میبینه میگه این همون جنس است. ممکنه از علی اکسپرس مثلا یه لحظه بگذره، ممکنه شما در صفحه دوم باشی، در صفحه سوم باشی، اما بعد از اینکه سرچ شما رو پیدا کرد و شما رو به معرفی کرد، طرف روش کلیک میکنه و میاد توی سایت شما. پس سایت شما همیشه زنده است، چون همیشه هم شما میتونید محصولات جدید رو دانلود بکنی و اینجا آپلودشون بکنی. پس به همین شکل هیچ فرقی برای ما نمیکنه، هر سایتی ممکنه باشه. خیلی توضیح دادم فکر کنم، من هدفم اینه که شما راحت متوجه بشید. اما فکر کنم خب خیلی سخت شد، یا به زبون ساده تر بخوام بهتون بگم دیگه، خب واقعا از این ساده تر نمیشه. من یه پیش زمینه ای بوده که من از حداقل 5 6 ماه پیش معرفی کردم افیلیت رو. یعنی شما اگر اولین بار دارین این ویدیو رو میبینی، حتما برو ویدیوهای قبلی من رو ببین که متوجه باشی در مورد چی داریم صحبت میکنیم و چطور قراره سود ببریم. خب من این سیستم indream.top رو بهتون معرفی کردم، این سیستم چیز رو بهتون معرفی کردم دیگه، سیستم وردپرس رو بهتون گفتم. گفتم من با سیستمایی که کار کردم توی این تعداد همشون نقاط ضعفای خیلی زیادی داشتن، که الان اومدم یه سیستم رایگان رو پیدا کردم. البته اینکه میگم رایگان، خب من تونستم رایگان بگیرم، شما هم میتونید 100% رایگان بگیرید، اصلا شکی توش وجود نداره. من اومدم این سیستم رو به صورت رایگان گرفتم. اما چطوری؟ اول اینکه این سیستم از کجا نشأت گرفته؟ میام انتهای این سایت، اینجا نوشته افیلیت سیستم ورژن 1 هم از 2019، مدت زمان بارگذاری صفحه هم زیره مثلا 1 ثانیه است. خب من رفتم پیداش کردم، بالاخره گفتم بزنم این فروشگاهایی که راه اندازی شده از کجا اومده، این جنسا چطوری داره توی این سیستم ها به این شکل نمایش میده. مطمئنن اگر قرار باشه یه نفر وقت بذاره تک به تک این محصولات رو از سایت ها دانلود بکنه، بذاره خیلی زمان میبره. یعنی تو فکر کن مثلا با 20 سایت افیلیت قرار کار بکنی، همه این سایت ها جمعا شاید 2-3 میلیون جنس داشته باشن. اگه قرار باشه این سایت ها مثلا بیان تک به تک اینا رو بزنن، باید یه عالمه آدم استخدام کنن که این جنس ها رو یکی یکی آپلود کنن، عکس ها رو دانلود بکنن، عکس ها رو ایمپورت بکنن. اوه چقدر زمان ببره. خب رفتم سیستم افیلیت مارکتینگ، افیلیت سیستم رو پیدا کردم. خب بذار من این افیلیت سیستم رو براتون باز کنم. رفتم این سیستم رو من پیدا کردم. در وهله اول فکر کردم این یه سیستمیه که من باید بابتش پول پرداخت بکنم، چون چیزی که اینجا دیده میشه، گفته شما میتونی رهبر فروش خودت بشی، راحت نصب میشه، فروشگاه افیلیت تو میتونی راه بندازی، میتونی محصولات تو اضافه بکنی. 60 دلار باید بابتش پول بدم؟ نه بابا ولش کن، کی میاد 60 دلار پول بده؟ تازه 60 دلار بدم برای 5000 تا جنس و از 2 تا سیستم فقط من میتونم توی این محصول اضافه بکنم. یعنی بیام مثلا این 60 دلار رو من بدم یه بیسیک بخرم از 2 تا سیستم، مثلا علی اکسپرس رو بنگوت فقط میشه. خب من اگه بخوام 5 تا سیستم دیگه ازشون اضافه بکنم میشه 15000 تا جنس. 15000 تا جنس رو باید 90 دلار بدم. خب مزیتش چیه؟ یه دونه سایت، یه دامین رایگانم به من میده. خب اوکی. کم کم پیش رفتم، دم به 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 من جنسان بیشتر شد. یعنی جنس من مثلا چیزی که دنبالش میگردم و هدفم اون چیزی که میخوام فروش انجام بدم، وقتی رفتم سایت های علی اکسپرس و بقیه رو
باز کردم برای بررسی، دیدم بابا خیلی جنس دارن. علی اکسپرس خودش خدای جنسه، بنگوت خودش خدای جنسه، یا گیربس خودش خدای جنسه. این جنس ها از کجا قراره بیاد اضافه بشه؟ من ندارم اینقدر جنس. رفتم جنس ها رو دیدم، دیدم این جنس ها خیلی زیادن. گفتم پس نباید بگم 15,000 تا، من باید برم این سیستم رو بخرم 100,000 تا. دوباره رفتم 4 تا سیستم جدیدتر پیدا کردم. گفتم خب ببین، من اگه از این 4 تا سیستمی که الان سراغ دارم از هر کدوم 25,000 تا جنس رو اضافه بکنم، چه اتفاقی میفته؟ این 25,000 تا جنسی که من اضافه کنم برای 4 تا سیستم، اگر فردا یکی از این سیستم ها جنس جدیدتر بیاره، من دیگه جنسی نمیتونم اضافه بکنم. 120 دلار رو برام باید بدم، خب خیلی زیاده. اما امکانات جدیدتری به من اضافه شد، یعنی من میتونستم تبلیغ بذارم، میتونستم تم خودم رو تغییر بدم یا هر شکل و شمالی دیگه براش بذارم. اما 100,000 تا محصول دیگه دیدم واقعا محصولش، خب چون محصولاتی که من مد نظرم بود بیشتر شده، گفتم بذار 300 دلار رو انتخاب بکنم. دیدم 300 دلار به پول بی ارزش مملکت عزیزمون ایران که مثلا میشه هولوش 4,500,000، بذار بهت میگم 11,600 بوده امروز، 300 ضرب در 11,600 تومن میشه 3,480,000 تومن من باید پول بدم بابت این. به لیر هم بذار بهتون بگم تقسیم بره 2,045 تومن، 1,701 لیر من باید پول بدم. 1,701 لیر یعنی حقوق یک ماه کمتر. مثلا حالا مثلا ترکا که دارن کار میکنن طبعا 2,000 لیر حقوقشون، 2,200 لیره. من باید 3/4 یک دونه حقوق یک کارگر ترکیه رو بدم این سیستم رو بخرم. خب به نظرتون میتونست برای من معقول باشه که این کار رو بخوام انجام بدم؟ گفتم ولش کن، اصلا چی کارش بکنم، بذار پرداخت بکنم برم با این 60 دلاری شروع بکنم. آقایی که شما باشید، اومدم اینجا یکم دیگه مطالعه کردم، گفتم خب ایزی ستاپ ایمپورت CSV هم داره، یعنی شما میتونی فایل های خروجی سایت ها رو به راحتی توی این سایت ایمپورت بکنی. اومدم منوهاش رو گشتم، دیدم اه نوشتم افیلیت پروگرام، برام جالب شد. گفتم بذار ببینم این چی نوشته افیلیت پروگرامش. خوندم دیدم نوشته 40% به شما من پورسانت بهت میدم اگر شما این سیستم رو معرفی بکنی به بقیه. گفتم فوق العاده است، 40% کمیسیون برای فروختن یا برای معرفی این سیستم بقیه که بقیه بیان بخرن. خب 40% کمیسیون میده و بعد هم میتونی ورودیاتو چک کنی و به این شکل اول اکانت میسازی، بعد میری لینک های افیلیت تو برمیداری، بعد روش ترافیک ایجاد میکنی و بازدید کننده میاری. خب یکی از بهترین کاراش این بود که بگم آقا من برم ویدیو درست بکنم. رفتم و ویدیو درست نکردم خوشبختانه. شاید اشتباه بوده، ای کاش اول این کار انجام میدادم، اما ویدیو درست نکردم، بلکه لینکش رو رفتم توی توییتر، لینکدین یا اینستاگرام به اشکال مختلف منتشر کردم، پیج درست کردم براش، اومدم گفتم من این سیستم رو میتونم بهتون معرفی بکنم، لینک خودم رو گذاشتم. دیدم بعد از تقریبا 2 هفته موجودی پول من توی این سیستم رسید به تقریبا 800 دلار. فکر کنم 800 دلار بود، الان تو ذهنم دقیقا نیست چون یه جا دیگه من پول گرفتم، ولی تو همین هول و هوشا بود. برای خودم جالب بود، حالا یا 300 بود یا 800 بود، برای خودم خیلی جالب بود. گفتم بزنه چی جالب این 300 دلار به من داد. بعد از اینکه من ثبت نام کردم شروع کردم، یعنی اصلا تأمل نکردم قرار باشه وایسم بگم مثلا بذار استخاره بکنم، کتاب ببریم برای اون کتاب باز کنم بگن آقا این بده این خوبه این، یا به هر شکل دیگه ای. گفتم که شروع میکنم، اما دیگه من دیگه نگفتم که بیام مثلا پولی بدم بابت خریدن این سیستم. گفتم من شروع میکنم به خاطر اینکه این سیستم رو معرفی بکنم، از محل فروش این سیستم برای خودم این سیستم رو راه اندازی بکنم. که بعد این اتفاق افتاد، از محل معرفی این سیستم که 40% به من کمیسیون داد، تونستم این سایت رو راه بندازم. در این حالی که این راه انداختم تقریبا 2000 خوردی تا 3000 دلار هم من از این وبسایت، 2000 خوردی تقریبا من کمیسیون گرفتم از این سایت، پورسانت گرفتم که شما خودتون الان بذارید من با یه حساب سرانگشتی به
نرخ امروز بهتون بگم تقریبا 23,200 شد. توی تقریبا اینم بهتون میگم الان سه ماه دقیقا. خب شما های مبلغ 23 میلیون 200 3 تقسیم بر 3 ماه بکن، ما 7700. هیچ کاری هم انجام ندادم، یک بار رفتم یه تبلیغی رو ایجاد کردم و بعد این ور اون ور اون لینک رو پخش کردم توی کانال های تلگرام، رفتم توی انجمن های گفتگو یا همون فروم هایی که مربوط به خارجی هاست، اونجا رفتم معرفی این سیستم و لینکش رو گذاشتم، اومدن رفتن ثبت نام کردن، اونا سیستم خریدن، پورسانتش رفت تو جیب من. در این حال الانم که الان این اتفاق داره میفته، من دارم سیستم رو میفروشم همچنان و در این حالی که اون داره فروخته میشه، کالاهایی که من تو فروشگاه خودم از این سبب تونستم راه اندازی بکنم هم دارم میفروشم، توی اینم من دارم پورسانت میگیرم. خب به همین راحتی، کجای کارش مشکل داره؟ خیلی هم کار ساده است. حالا اجازه بدید من پنل خودم رو توی سیستم افیلیت سیستم باز بکنم، بهتون نشون بدم که ببینید چه اتفاقاتی افتاده. خب این وبسایت افیلیت خط فاصله سیستم یا همون داش سیستم دات او آر جی که اینجا نوشته ورود و اینجا هم که عضویت. حالا من لینک عضویت رو حتما انتهای همین ویدیو میذارم، میتونید از طریق لینک من عضو بشید و اگرم که اکانت داشتید میتونید اینجا لاگین بزنید، گزینه لاگین رو که بزنید میتونید اینجا یوزرتون رو بزنید فارسی، اگر نداشتید اینجا میتونید از ریجستر برای ثبت نامتون استفاده بکنید، اینجا یه اسم میذارید، نام کاربری باید مشخص بکنید، پسوردتون رو معلوم میکنید، اسمتون چیه، فامیلیتون چیه، ایمیلتون رو میزنید. ببینید دوستان یادتون باشه اصلا به هیچ عنوان ایمیلتون با www نباید شروع بشه، چون www دیگه برای سایته، این یه چیز خیلی ساده ایه که متاسفانه دوستان ما در وطن این اتفاق براشون میفته و خب بعضی اوقات بعضی از دوستان میان www میذارن، حالا صحبا این اتفاق میفته، اما یادتون باشه www نذارید و در انتها شماره موبایلتون رو اینجا بنویسید، کد ایران هم بزنید چون براتون SMS میاد، اگرم که وریفای بخوام بکنن بهتون SMS میدن. و بعد از اینکه اینها رو زدید گزینه ریجستر میزنید، یه ایمیل هم براتون میاد و توضیحات رو براتون توی ایمیل میفرسته و برای من اکانتم همون روز اکتیو شد و نه زنگی زدن نه هیچی، فقط یه اسمس به من دادن گفتن آقا حسابت اکتیو شد و تمام. برای من تمام، میگم خیلی کم زمان برد، حالا شاید خیلی خوش شانس بودم یا خیلی مثلا بد شانس بودم که این اتفاق افتاده، ولی برای شما امیدوارم که این اتفاق بیفته. برای ورود که اینجا میزنید لاگین و مشخصات ورودتون رو میزنید و لاگین میشید. خب من اینجا اکانتم رو نوشتم، اینم میگم آقا پسورد منم ذخیره بشه و میگیم لاگین ببینیم چه اتفاق میفته. نوشتم محمود بیز خوش اومدی و اینجا منو میاره به صفحه اول مدیریت. ببینید اینجا نوشته دامین من رو indream.top. اصلا چطوری شد من اینو گرفتم؟ خب من رفتم فروختم، وقتی که رفتم افیلیت پروگرامش رو خوندم، اومدم اینجا افیلیت مارکتینگش رو باز کردم. توی افیلیت مارکتینگ من همین الان 2777 دلار دارم و از این مبلغ ببینید مثلا من الان امروز ورودی نداشتم، یعنی الان ورودی خاصی نداشتم که قرار باشه اینجا اگر من ورودی داشته باشم امروز، چون الان ساعت 1 شبه و ساعت 1 شب دیگه من ورودی نخواهم داشت، چون معمولا دیگه این موقع شب کسی نیست توی سایت قرار باشه بچرخه، یا مثلا ملت همیشه در صحنه هم حضور ندارن که برن اونجا عضو بشن و من اینجا بیام چک کنم بگم ای خب خدا شکر 2 نفر 10 نفر امروز ثبت نام کردن، از این 10 نفر 2 نفر خریدن، 2 نفر پورسانت من 40% از اون مبلغی که داره این سایت میفروشه. حالا جدای از این که اونها میگیرن سیستم افیلیت چون هم میرن اجرا میکنن، فروش محصولاتش علی اکسپرس چون هم شروع میکنن به فروختن بماند، این پورسانت رو هم من دارم میگیرم. خب بذارید من بانک اکانت رو باز کنم بهتون نشون بدم، اینم هیستوری منه. ببینید من تاریخ 16/8 یعنی 8/9/10/11 تقریبا 2 ماه و 24 روز پیش $300 اول مبلغ درآمدیم بود که انتقال دادنش به بانک من در ایش بانک ترکیه، حتی این مبلغ منم تایید شد. میبینید که
مبلغ بعدیمو که من تو همون زمان تو بهبوهه این بودم که داشتم به شما میگفتم دوستان منتظر باشید، من دارم یه سیستمی رو تست میگیرم و منتظرم که اونها به من پرداختی انجام بدن، یه مبلغ رو انتقال دادم، امیدوارم که این مبلغ انتقال پیدا بکنه تا من به صداقت اینها ایمان بیارم، بدونم واقعا این کار رو برای من انجام میدن، چون $1000 در هر ساعت، $1000 برای خودش، برای اون که ساعتی $14 یا $16 کمی کمش داره پول میگیره، این شاید در ماه رقم زیادی نباشه، اما برای ما که توی کشوری مثل ترکیه یا منی که مثلا یا شما مثلا توی ایرانی یا فلان مثلا توی افغانستان، اون $1000 واقعا میشه خودش به پول امروز تقریبا 10 میلیون تومان، یعنی رقمیه که پول 4 نفر شخص کارمند معمولیه، یعنی شما 4 نفر کارمند که برن کار بکنن ماه 2500 حقوقی میشه 10 میلیون تومان. خب گفتم که $1000 منو بذار بده، اگه اینا $1000 رو دادم من بهتون میگم که سیستم خوبه، دیدم داد، گفتم دم دیگم. 26 روز بعدش دوباره من یه $800 درآمدم بود، یعنی از محل فروش این سیستم ها، یعنی تاریخش هم بود 28/9/2019، یعنی هلوش 1 ماه و نیم پیش شد، چون الان برج 10 برج 11 ایم، الان تاریخ که امروز شما این ویدیو رو من براتون ضبط میکنم 10/11/2019 است، یعنی اشتباه میگم ببخشید، آره درسته 10/11. گفتم که اوکی بذار من این کار رو انجام بدم و ببینیم چه اتفاقی میافته، و اومدم این کار رو کردم، دوباره درخواست دادم، $800 بعدی هم برای من زدن، دیگه درخواست انتقالی ندادم، گفتم بذار پولم زیاد شه که الان شد 2700 تا دیروز عصر که میشه روز جمعه عصر، یعنی دیروز جمعه عصر بود دیگه، دیروز جمعه شنبه است، دیروز عصر من دوباره درخواست $2500 دادم. خب ساعت کاریشون نبوده مطمئنن، چون روز پایان هفته هم هست، جمعه شنبه یک شنبه جمعه آخر وقت من این سفارش دادم، گفتن این پول برای من بزنید، و شنبه یک شنبه که اون ساعتیه من دو شنبه یا سه شنبه باید منتظر این پولم باشم. خب این پروسه هم که هنوز این تایید نشده، یعنی این مطمئنن تاییدش خواهند کرد، چون زمانی که من رفتم $2100 گرفتم تا اینکه الان $2500 من درخواست دادم دیگه فاصله زیادی نیست و مطمئنن پرداختش هم انجام میشه. دقیقا شما ببینید من توی دو ماه تقریبا $2100 از این سیستم گرفتم و 2500 هم که الان زدم تسویه. اما بذارید من برگردم بهتون نشون بدم، از 2500 که الان از اینجا خارج بشه تقریبا $277 دیگه اینجا توی اکانت من میمونه دیگه، آره $277 الباقی مبلغ که توی حساب من خواهد موند. و زمانی که این بقیه سیستم، الان من میتونم بقیهش رو هم درخواست بدم، یعنی 255 تا 277 دیگه هم بگم برای من بزنم، اما بذار 2500 تا رو بزنم بعد دوباره باز اینو بهتون انتقال میدم، درخواستشو میزنم دوباره برای من انتقالشو انجام میدم. خب ببینید اینجا این سیستم به من گفت که آقا بیا این لینک رو منتشر کن، دقیقا رفتم همین کارو کردم، رفتم توی لینکدین، توی توییتر، همه جا گفتم آقا یه سیستم جدید اومده، شما میتونی یه فروشگاه آنلاین افیلیت را بندازی، یعنی شما میتونی راحت محصولات سایر کشورهای سایر فروشگاه‌های دنیا رو به راحتی بیای و منتشرشون بکنی. آقا آموزش خیلی طول کشید، 53 دقیقه شد، من 2 دقیقه دیگه اینو جمعش میکنم و آموزش رو کلا تمومش میکنم، میرم برای قسمت بعدی که حالا احتمالا فردا یا پس فردا اتفاق بیفته. اومدم اینجا و این لینک رو برداشتم تبلیغ کردم، یا گفتم مستقیم افراد رو بفرستم برن صفحه ثبت نام، گفتم کار خوبی نیست، شاید طرف نخواد ثبت نام بکنه، وقتی هم بفرستی اونجا ممکنه بگه آقا میخواد اطلاعات منو سرقت بکنه، پس عاقلانش اینه که شما بفرستیش به صفحه اول این سایت با این لینک، با همین لینک که بهت میدن. الان مثلا من 13000مین نفرم که از این سیستم دارم استفاده میکنم، 13784مین نفرم، گفتم من برم این کد رو بذارم صفحه اصلی، که هر کسی زد بره مستقیم صفحه اصلی افیلیت مارکتینگ. ببینید صفحه اصلی رو، وقتی صفحه اصلی باز بشه طرف میاد اینجا مطالعه میکنه، میگه اه چی جالب، من میتونم خودم شروع بکنم یه بیزینس رو که میتونم خودم اونو هدایت کنم و راحت بفروشم، راحت برای من نصب و راه اندازی میشه، میتونم یه فروشگاه خیلی خوب راه بندازم و در نهایت راحت راه اندازی میشه، یه دومین خیلی خوب هم میتونم داشته باشم، و اینش خیلی جذاب و دیدنی که شما میتونی ایمپورت بکنید دیتا هاتو از یه فایل CSV یا اکسل
به راحتی میتونستم این کار رو انجام بدم و اینو هر کسی دیگه هم ببینه براش جذاب میشه، میگه چقدر خوبه، پس میاد میبینه و وارد سیستمه میشه. پس من اینجا چیزی ضرر نکردم، چون عملا اگر من میفرستم صفحه بازدید باز هم درست بود، طرف ممکنه صفحه هوم رو بزنه بره صفحه اصلی، اما این پروسش که قرار باشه با سیستم آشنا باشه و سیستم رو خرید بکنه تا من پول سانت بگیرم طول میکشید. پس من این لینک رو منتشر کردم، دادم به این و اونو، تمام. به همین خوبی و به همین راحتی ملت رفتن ثبت نام کردن، فروختن، این سیستم فروخت، من پول سانت گرفتم. حالا میخوام معادلش رو بهتون بگم اصلا چطوری جور شد. ببینید ما اصلا بحث ما امشب، بحث ما توی آموزش الان در مورد سیستم چیزی بود که گفتم میتونید به راحتی بفروشید، میخواستم به محصول اضافه کردن برسیم. من چطوری پولم شد 3000 خوردی، تقریبا 4000 دلار شده دیگه با این اوصاف کردن، 2500 تاش که هنوز به حساب من نزدن، 2100 تومن گرفتم. ببینید از این 60 دلاری که توی پنل بیسیک اینها میفروشن 40% رو میدن به من، یعنی از این مبلغ 60 دلار 24 دلار رو من گرفتم، یه 24 دلار. اگه من 90 دلاری بفروشم دوباره یه 40% به من پورسانت میده، یعنی 36 دلار. اگه من 120 دلاری رو بفروشم دوباره 40% به من پورسانت میده، یعنی 48 دلار. و اگر من یه 300 دلاری رو بفروشم که هدفم دقیقاً همینه، توی هر فروش من 120 دلار به من میده. من سعی کردم توی یه برهه از زمان تقریبا روزی 4 تا سیستم رو فروختم، 4 ضرب در 120 بکنه 480 دلار توی تقریبا 3 روز، من 3 تا 480 دلار رفت تو جیبم به همین راحتی. خب اما بعدش دیگه کمتر شد چون رو سیستم واقعا وقت نذاشتم. وقتی دیدم این سیستم خودش دیگه داره میفروشه، گفتم خب بذار بفروشه دیگه، لینکامو گذاشتم، کاراشم داره انجام میده، برم سراغ راه اندازی سیستم افیلیت خودم تا بتونم از طریق افیلیت خودم هم فروش بکنم. پس من وقتمو گذاشتم روی اینکه آقا برو 300 دلاری رو بخر، چون همه چیز آن لیمیتده، تو میتونی بی‌نهایت جنس بهش اضافه کنی و هیچ محدودیتی نداره. شما بی‌نهایت افیلیت سیستم رو میتونید، افیلیت مارکتینگ رو میتونید داخلش داشته باشه، یعنی علی اکسپرس باشه، گیربس باشه، نمیدونم سی جی باشه، بنگوت باشه، هر سیستمی که فکرشو بکنید امکان پذیر بود. حالا برای من اصلا فرقی نداره، شما من لینک صفحه اصلی رو میدادم، مشتری میومد صفحه اصلی و بعد اینجا میتونید خودش پلن رو انتخاب بکنه. بعد از اینکه من اون 300 دلار اول رو گرفتم، رفتم سریعاً کاری که انجام دادم، خودم اومدم یه دونه پنل بیسیک خریدم ازشون، یعنی 60 دلار این مبلغی که گرفته بودم رو رفتم دوباره آنلاین از خودشون، همون 60 دلار رو یه دونه پلن بیسیک گرفتم. دوباره دیدم نه خیلی خوبه، 5000 تا جنس هم کم بود، 15000 تا جنس شد، گفتم پس بذارید من استاندارد بگیرم. دوباره رفتم با مبلغ ما و تفاوتشو پرداخت کردم، شد 15000 تا جنس. دوباره باز محصولات بیشتری رو داشتم دانلود میکردم چون خیلی برام جذابیت داشت. در این حالی که داشتم پول در می آوردم، گفتم بذار این سیستم رو هم به این شکل من برام چیکار کنم، 120 دلاری رو بگیرم. اما قبل از اینکه 120 دلاری رو بگیرم، گفتم دیگه الان که من 300 دلار گرفتم پول سانتمو، بذار الان که پله پله اومدم، شد 60 دلار، 90 دلار، 120 تا 300 میشه 180 دلار. الانم که تو پولم توی حساب هست، بذار الباقی پولشم پلن آن لیمیتد رو بگیرم. همونجا زدم پلن آن لیمیتد و تمام. رفتیم سراغ بحث راه اندازی فروشگاه افیلیت مارکتینگمون یا همون افیلیت سیستم. خب به همین راحتی من تونستم استارت یک بیزینس خیلی خوب رو بزنم. در این حالی که اینجا فروشم در حال انجام شدن بود، داشتم میفروختم، من داشتم پورسانت میگرفتم از این سیستم. ببینید توی ایران الان طرف گولد کوئس میاد، نمیدونم بادران میاد، بیز ام ال ام میاد، هر چیز چرت و پرتی که فکرشو بکنید میان سر ملت رو کلاه میذارن تا جیب خودشون رو پرپول بکنن. تهش کی سود میکنه؟ اون بالا سریع سود میکنه و من که اون پایین بودم اصلا سودی نمیبرم. بعد میگن آقا خودت تلاش نکردی. راست میگه آقا من تلاش نکردم، اما چه تلاشی؟ من باید برم اونجا یه عالمه جنس بخرم. توی بیزمرم الزاما تو باید ماهی 400-500 تومن بری پول بذاری و بری جنس بخری. تهش میخوام بهت مثلا 16000 تومن پورسانت بده بخوره تو سرت اون 16000 تومن. من با اون 16000 تومان چه کاری میتونم انجام بدم؟ 400000 تومان پولم رفت برای خرید. مگه من مجبورم این کارو انجام بدم؟ این زبان حال بقیه است. همه اینو میدونن، اینا که توی ایران دارن کار انجام میدن. تو سیستم های همکاری در فروشی که بعدها اضافه شد، الان خیلی ها میگن این سیستم ها کلاه برداریه. در حالی که من به شخص خود من دارم برداشت میکنم. حالا من که اصلا این چی؟ میلیون ها آدم اصلا تو دنیا از این سیستم ها دارن پول برداشت میکنن.
پس الان ما بشینیم نگاه بکنیم بقیه پول پارو بکنن، بعد ما بشینیم افسوسشو بخوریم. آقا مگه من سادم؟ یادتون باشه، یادتون باشه، اگر میخواید دل به دریا بزنید بدون خیس شدن نمیشه. یعنی اگر واقعا خیس شدی میتونی دلتو به دریا بزنی، میتونی ادعا بکنی آقا من رفتم توی آب. کجا رفتی؟ خوشی خوشی برادر من. در هر صورت این سیستم رفتم استارتش زدم، $300 رو پرداخت کردم و همون پورسانت رو دوباره تبدیل کردمش به خرید این سیستم. من این آموزش رو اینجا براتون میبندم، لینک این سایت رو براتون میذارم، حتما برید عضو بشید و خودتون هم اگر خواستید شروع بکنید. مطمئن آموزش بعدی رو راجع به کار کردن با این سیستمی که بهتون میدم، 1 ساعت من براتون صحبت کردم. خیلی عذرخواهی میکنم اگر طول کشید. ممنون از وقتی که گذاشتید. لطفا کانال من محمود بیز رو در یوتیوب حتما پیگیری بکنید، ویدیو رو به دوستاتون به اشتراک بذارید و نظرتون هم به من بگید. ممنون از وقتی که گذاشتید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. ویدیو بعدی رو حتما از دست ندید. خدایا رو نگهدارتون.